جمعیت اهل بیت علیه السلام گزارشی درباره اوضاع شیعیان در کشور آفریقایی نیجر ارائه داد. در این گزارش که نسخه از آن به خبرگزاری شیعه ویوز رسیده آمده است، با توجه به اینکه کشور نیجر در قاره آفریقا دارای تنوع گسترده از ادیان و مذاهب مختلف همراه با فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز است و حکومت این کشور نیز اهانت به هیچ دین یا طایفی را نمیپذیرد بنابراین فضای این کشور شرایطی مناسب برای نشر معارف اصیل اهل بیت علیه السلام است این گزارش افزود این در حالی است که وهابی ها با قنیمش شمردن این فرصت طلایی افکار و عقاید انحرافی خود را به راحتی در نیجر نشر می دهند و موفقیت های نیز کسب کردند این گزارش ادامه داد وهابی ها و سنی های تندرو با در اختیار داشتن مدارس دانشگاه مساجد مراکز بهداشتی و تجاری و برخی اماکن عمومی در نش و توسعه دیدگاه های مخرب وهابیت گام بسیار برداشتن جمعیت اهل بیت علیهم السلام افزود شیعیان در کشور نیجر با ساختن مراکز آموزشی برای کودکان ساختن مراکز علمی و فرهنگی برای تحصیل آسان احداث مساجد و حسینیه ها به منظور برگزاری مناسبت های مذهبی و تأسیس مراکز بهداشتی همت کردند و علاوه بر دستیابی به جایگاه واقعی اجتماعی خود به مردم در زمینه های مختلف یاری کنند. جمعیت اهل بیت علیه السلام در پایان گزارش خود آورده است باید از روحانیون مبلغ حمایت و پشتیبانی مالی و معنوی شود و با فرستادن آنان به شهرهای مقدس نجف و قوم برای پیشرفت در مراتب تحصیل حوزوی و همچنین پذیرش جوانان برای تحصیل در مدارس حوزوی آشنا به شیوه های نوین تبلیغی نسلی از مبلغین را تربیت کرد و آنها را برای تبلیغ به نقاط مختلف کشور نیجر فرستاد تا بدین وسیله معارف و تعالیم اصیل اهل بیت علیهم السلام به تمام مردم برسد